و اما خبر آخر، شارلی ابدو نشریه فکاهی فرانسوی در آستانه برگزاری دادگاه برای رسیدگی به حمله مسلحانه 5 سال پیش به دفتر این مجله، بار دیگر کاریکاتور موهن به ساحت مقدس پیامبر اسلام را منتشر کرد. به گزارش شیویوز، به نقل از پایگاه خبری فرانس 24، این کاریکاتور 5 سال پیش موج از خشم را در جهان اسلام به راه انداخت. سنی‌های تندرو نیز از این موقعیت سوء استفاده نموده و حمله مسلحانه به دفتر این روزنامه نمودند. فرانسه که این گونه حتاکی‌ها و گستاخی‌ها را آزادی بیان توصیف می‌کند، اقدام موهن نشریه را نه تنها محکوم نکرد، بلکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با ادعای حق آزادی بیان گفت که در جایگاهی نیست که در مورد تصمیم گیری برای بازنشر این کاریکاتور قضاوت کند. کاریکاتورهای موهن ضد اسلامی نخستین بار 15 سال پیش در یک روزنامه دانمارکی منتشر شده بود و یک سال بعد شارلی ابدو انتشار آنها را آغاز کرد. این اقدام موهن با موج اعتراضات مسلمانان مواجه شد که بیان کردند هدف شارلی ابدو این بوده که نشان دهد همه مسلمانان تروریست هستند. شارلی ابدو در یادداشتی که به مناسبت بازنشر این کاریکاتور منتشر کرده، گستاخانه تأکید می کند که هیچگاه عقب نشینی نمی کند و کوتاه نمی آید. شارلی ابدو که چهارشنبه ها منتشر می شود، در فرانسه و در سراسر جهان به خاطر سبک توهین آمیز خود مشهور است.